دیگری کافر به خدای دربار خلافت عباسی، یکی مطرود کلیسا و متهم به کفر و دیگری منفور فقهای درباری و متهم به الحاد. با وجود بود زمان و مکان میان آن دو، شباهت آنها آنقدر زیاد است که خورخه لوئیس بورخس میگوید از خود بعید نمیدانم که به خاطر این همه شباهت در تمامی ابعاد میان این دو روزی همچون پیروان مذهب هندو به تناسخ ایمان بیاورم. شادیاخ از توابع نیشابور بود و نیشابور شهری آباد در شرق ایران آن روزگار. هرچند در آن دوران ایران اقتدار سالهای دور را نداشت، ولی گستره سرزمینی آن بسیار وسیع‌تر از کشور کنونی ایران بود. از توران و جبال عراق، دیلم و تبرستان، روم و مصر، شام و دیار بکر و سیستان و فارس همه در سیطره امپراتوری سلجوقی بود. خیام در گوشه انزوای خود به مسائلی می اندیشید که پروای بیان آن را در جمع نداشت. دورانی که به دستور خلیفه المتوکل اعلام شد هر کس به منطق بپردازد ملحد است، چرا که منطق ابزار دست شیطان است. هندسه نیز الحادامیز اعلام شد. حتی علم طب را مردود شمردند و آن را دخالت در اراده خداوند دانستند. تا دست بر اتفاق بر هم نزنیم، پاییز نشاط بر سر غم نزنیم، خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح، کین صبح بسی دمد که ما دم نزنیم. تاریخ نویسان یکی از دلایل پناه بردن ادوارد به رباعیات خیام را زمانه او می‌داند. انقلاب صنعتی با شتاب در حال دنیاوی کردن عالم و بیروح ساختن طبیعت بود و کاری از دست کلیسایی که خود متعلق به طبقه اشراف و صاحبان سرمایه بود بر نمی‌آمد. سرعت پیشرفت‌های علمی و خدمات وسیعی که در اختیار انسان می‌گذاشت، انقدر وسیع و عظیم بود که دانش قدرت مطلق شناخته شد و انسان خود را فرمانروا و مالک زمین دانست. خدا بود ولی نه خدایی که خالق است، بلکه خدایی که خود مخلوق بشر بود. همه این حوادث از نظر ادوارد که دیگر از مرز میان سالی گذشته بود، پوچ و بیهوده می‌آمد. تنها کار مهم او هجرت از روستا و اقامت در شهر کوچک وودبریج بود. ویلای زیبا و بزرگی به نام لیتل گرنج خرید، ولی سالها آن را رها و در دو اتاق کوچک در بالای مغازه در میدان اصلی شهر زندگی کرد. در جواب نامه‌های مادرش که او را تشویق به هجرت به لندن و تماشای پیشرفت‌های عظیم این شهر می‌کرد، بیزاری خود را از سیاست و این نوع پیشرفت اعلام می‌کرد. ادوارد در نامه‌ای به کاول که مدت‌ها بود به هند رفته بود می‌نویسد: اعتراف می‌کنم دوست داشتم به هند و بلکه هر جای دیگر بروم و معتقدم این بهترین کاری است که می‌توانستم انجام دهم.
اما حالا که میان سالی را پشت سر گذاشتم چه میتوانم بکنم؟ مطمئنم که زندگی در این کشور هیچ لذتی ندارد. ظاهراً با خطرات دائمی به این سو آن سو می‌رویم. ما دارایی‌ها و افتخارات بسیاری داریم. اعضا و جوارح بیرونی من قدرت می‌گیرند، حالان که قلب من ضعیف‌تر می‌زند. باید پیش از آن که مجبور شویم دست از کارهای من برداریم. فکر کنم جهان به درستی از خودمان و دخالت‌هایمان منزجر شده است. باز می‌گویم، ای کاش ملتی کوچک، صلح دوست، متواضع، اهل تجارت، همچون مردم هلند بودیم. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شماریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. تعداد ترجمه ها توسط فیتزجرالد از مرز 30 ربایی گذشته بود که تصمیم گرفت آنها را برای مجله تخصصی فریزر بفرستد، ولی قریب 1 سال گذشت و مجله آنها را چاپ نکرد. ادوارد دست نوشته ها را پس گرفت و با اضافه کردن چند ربایی دیگر آنها را به دوست ناشرش کواریچ داد. کواریچ 200 نسخه از آن را چاپ کرد. قیمت هر نسخه 5 شیلینگ، ولی حتی یکی از این نسخه ها فروش نرفت. مدتی بعد انتشارات کواریچ همه نسخه ها را به حراج گذاشت. بهای هر جلد 1 پنی. در حراجی نیز کسی به سراغ آن نرفت. ادوارد بیش از هر چیز نگران ضرر و زیان ناشر بود. به دنبال شهرت نبود، چرا که هیچ نامی در پشت جلد یا داخل آن از مترجم نیاورده بود. درست در شرایطی که ادوارد از استقبال ترجمه‌اش کاملا ناامید شده بود، اتفاق جدیدی رخ داد. در یک کتاب فروشی در لندن، در کنار کتاب‌های حراجی، جعبه‌ای قرار داشت که بر روی آن نوشته بود: همه محتویات این جعبه 1 پنی. داخل آن انبوهی از ترجمه‌های خیام روی هم ریخته بود. مردی که 1 جلد از آن را برداشت تا نگاهی به آن بیاندازد، شاعر و نقاش معروف دنته گابریل راسیتی بود. او با خواندن چند بیت از 1 صفحه مانند برق گرفته‌ها لحظه ایستاد و به آنچه خوانده بود خیره شد. سپس همگی را 1 جا خریداری و با شوق میان دوستانش توضیح کرد. این آغازی بود بر شهرت جهانی فیتزجرالد. اکنون ترجمه او از اشعار خیام در همه جای جهان از غرب تا شرق دور گسترده است و کمتر اهل کتابی است که نسخه ای از آن را در خانه نداشته باشد. شهرت این ترجمه چنان جهانی شده است که اینک بیشتر از 70 انجمن خیام در آمریکا، 15 انجمن خیام در فرانسه و تعداد بیشتری در انگلیس و کانادا و کشورهای دیگر حضوری فعال دارند. به اعتراف انگلیسی زبانها بعد از انجیل، هیچ ترجمه‌ای به این درجه از اعتبار و محبوبیت نرسیده است. This is another beautiful and rather modest edition of Khayyam, but very stylish, as we say now. It's real leather with a gold imprint, and it was published in 1909, just before the war, and that was the kind of edition which could be found probably in the pocket of every officer, British officer, who would go to the front
and probably die in the trenches of the German front. And the ideas which were described by Fitzgerald and Khayyam, as he understood him, the ideas about death and life, about ideal love, about eternal knowledge, it is all here. And this is what any human being would love to read before his her death. So this is probably why it is, and Khayyam became so popular in the Victorian, and of course in the whole Anglophone world on the edge of the centuries. جالبان است تا قبل از چاپ چهارم ترجمه که پس از مرگ ادوارد رخ داد، هیچ کس حتی دوستان نزدیکش نمی دانستند مترجم اشعار کیست. عجیب اینجاست که خیام نیز هنگام سرودن اشعار به تنها چیزی که فکر نمی کرد انتشار آنها بود. در هیچ منبع یا مأخذ تاریخی اشاره‌ای به وجه شاعرانه خیام در زمان حیات او نشده است. خیام بخش زیادی از این رباعیات را در نیمه دوم عمر خود سروده است. همانطور که از اشعارش پیداست، هرچه به مرگ نزدیکتر می شد، بیشتر درباره آن می اندیشید. در حقیقت، مرگ تبدیل به دغدغه روزانه شده بود. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، رهزین شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. فیتزجرالد نیز این گونه بود. علی‌رغم آنکه کمتر در میان خانواده زندگی کرد، ولی مرگ پی در پی اعضای خانواده و دوستانش او را بیشتر به عالم خیام نزدیک می‌کرد. سال 1852 پدرش بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت. پس از مرگ پدر، مقبره خانوادگی در کلیسای بولش برای آنها ساخته شد. 3 سال بعد مادرش نیز وفات یافت. مدتی بعد برادر کشیشش جان نیز از دنیا رفت. با مرگ یکی از دوستان جوانش به نام بران، ادوارد از شدت رنج تا مرز جنون پیش رفت. برای مدتی همه چیز را رها کرد و به بندر لاوستاف رفت. در آنجا نیز کاری جز پرسه زدن در ساحل نداشت. این پرسه های مستمر و بی هدف از او چهره ساخته بود که ماهیگیران و قایقرانان دیوانش می‌پنداشتند. هر روز عصر مردی را می دیدند که مدام با زبانی مرموز در حال صحبت با شخصی خیالی است. زبانی رازآلود و آهنگین که هیچ کدام از کلماتش را نمی فهمیدند. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باد کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. از همین جا بود که عشق به دریا و قایقرانی تبدیل به تفریح همیشگی او شد. هنگامی که به وودبریج بازگشت، توسط دوست ماهیگیری به نام فلیچر یک قایق زیبا برای خود خرید و روزها اغلب با قایق به رودخانه شهر می رفت. چندی بعد از این تفریح هم روی گردان شد و دیگر هرگز سراغ قایق خود نرفت.
بعد از بازگشت از لاوستاف به ویلای لیتل گرانج که چند سال قبل خریده بود نقل مکان کرد و تا زمان مرگ همونجا موند. ادوارد هنگامی که به این خانه آمد 64 ساله بود و به علت ضعف شدید بینایی قادر به مطالعه نبود. عصرها جوانی به منزل می آمد و برایش کتاب می خواند. وقت‌شناسی این جوان به گونه‌ای بود که ادوارد او را روح خانه خطاب می کرد. هر روز بعد از رفتن جوان اندکی برای خود ارگ می نواخت یا قطعی آواز زیر لب زمزمه می کرد و سپس به بستر می رفت. هرچه به انتهای زندگیش نزدیکتر می شد خود را منزویتر و تنهاتر از قبل می یافت. همیشه تأسف روزهای جوانی را می خورد که بیهوده تلف کرده بود. در آخرین روزها حسرت چیزی را می خورد که به گفته خودش در جوانی آن را از دست داده بود. ادوارد زمانی عاشق دختر کشیش خود به نام کارولین کرپ شده بود. بارها به خواستگاری او رفت و کارولین علی‌رغم عشقی که به ادوارد داشت هر بار به او جواب منفی داد، چرا که ادوارد با پدر کشیش او برخورد خوبی نداشت. کارولین رفتار او را توهین به کلیسا می دانست و گفته بود تا توبه و دوباره غسل تعمید نکند به او جواب مثبت نخواهم داد. ولی خودش نیز به دلیل علاقه زیاد به ادوارد ازدواج نکرد. در همان سالها ادوارد با پیر دختر نازیبایی به نام لوسی ازدواج کرد، ولی این پیوند بیش از 2 ماه دوام نیاورد. برخی از زندگی نام نویسان نوشتند بعید نیست ادوارد قصد داشت با ازدواج خود با لوسی راه ازدواج کارولین را باز کند. اما کارولین با وجود برخورداری از زیبایی هرگز ازدواج نکرد. او پس از مرگ پدر در خانه برادرش مرتون کشیش زندگی. مرتون از دوستان بسیار نزدیک ادوارد بود. عجیب آن است که علی‌رغم گریز همیشگی از کلیسا، در اواخر عمر مدام جملاتی از خطابه‌های حضرت مسیح را با خود زمزمه می‌کرد. با وجود بیماری روزافزون استراحتش کمتر شده بود. شب‌ها دیرهنگام به بستر می‌رفت و صبح زود بیدار می شد. حالتی از غم و نارضایتی در او دیده می شد. هنگامی که از پزشک مخصوص خود شنید بیماری قلبیش به نقطه خطرناکی رسیده است، در کمال حیرت ابراز خرسندی کرد. وصیت نامه‌اش را به دقت تنظیم و تابلوها و کتابهای خودش را بین اقوام و دوستان توضیح کرد. هنوز بیشترین لذت را هنگام حضور در دامن طبیعت می برد. ولی در کنار صدای باد در شاخه ها صدای روبنگیزی از دل زمین می شنید که او را به گذشتن از همه چیز هشدار می داد. در 13 ژوئن سال 1883 ادوارد علی‌رغم بیماری شدید و دوری راه لیتل گرانج را به قصد خانه مرتون در ناحیه نورف ترک کرد. کسی چه می داند؟ شاید ندایی از درون ساعت مرگش را اعلام کرده بود و ادوارد قصد داشت آخرین ساعت زندگیش را در زیر سقفی بگذراند که معشوق نیز در آنجا بود. غروب به منزل مرتون رسید. بعد از حرف شام و گفتگوی مختصر خستگی را بهانه کرده به بستر رفت. صبح روز بعد مرتون که قصد بیدار کردنش را داشت دانست ادوارد به خواب ابدی فرو رفته است.
چون عمر به سر رسد چه بغداد و چه بلخ، پیمان چو پر شود چه شیرین و چه تلخ. خوش باش که بعد از من و تو ماه بسی از سلخ به غره آید، از غره به سلخ. پیکر ادوارد به کلیسای بولج منتقل و بنا به وصیت خودش او را جایی بیرون از مقبره خانوادگی به خاک سپردند. تأکید بسیار داشت که هرگز مرا در مقبره خانوادگی دفن نکنید. بگذارید هر روز صبح نور خورشید بر مزارم بتابد. بر سنگ مزار ادوارد جمله‌ای حک شده است که متعلق به خود اوست: سپاس خدای را که خالق ماست، نه ما خالق او. خیام نیز در آخرین لحظات قبل از مرگش جملاتی دارد که شنیدنش برای کسانی که ملحدش می دانند جالب است. از داماد او امام محمد بغدادی نقل است که خیام الهیات شفای ابن سینا را مطالعه می کرد. چون به فصل واحد و کثیر رسید، خلالی میان کتاب گذاشت و گفت: جماعت را بخوان تا وصیت کنم. چون اصحاب گرد آمدن، وصیت کرد و به نماز ایستاد. دیگر چیزی نخورد و نیاشامید تا هنگام نماز عشاء که به سجده رفت و این جمله را گفت: خداوندا، به قدر امکان خود تو را شناختم، مرا بیامرز، چه معرفت من تنها راه به سوی توست. چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. کین سبره که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست. بر بالای سنگ مزار ادوارد نیز شاخه های گل سرخی رویده که قصه جالبی دارد. یک سال پس از مرگ ادوارد، یعنی در پاییز سال 1884 میلادی، زمانی که شهرت او به خاطر ترجمه خیام جهانی شده بود، افسر جوانی به نام سیمپسون که توانسته بود از مزار خیام در ایران دیدن کند، چند ساق گل سرخ را از اطراف مزار چیده به انگلستان نزد کواریچ، صاحب انتشاراتی آثار فیتزجرالد، می فرستد. کواریچ ساقی گلها را به کیو گاردن تحویل می دهد تا پرورش دهند. گلها در باغ پرورش یافته به بار نشستند. گلهایی که همکنون زینت بخش میدان مقابل ساختمان اصلی کیو گاردن است. 9 سال پس از مرگ ادوارد، یعنی اوایل بهار سال 1892، اعضای انجمن خیام به همراه تعداد زیادی از ادیبان و صاحب منصبان مراسمی بر سر مزار ادوارد برپا کردند و شاخی از همان گل سرخ را بر مزار او کاشتند. اکنون بیش از 100 سال است که هر بهار گلهای مزار ادوارد همچون گلهای باغ خیام به شکوفه می نشینند. کسی چه می داند؟ شاید شعر خیام با سوالات فلسفیش، ترجمه فیتزجرالد با همه ظرافتش
صحافی سنگورسکی با همه زیباییش و اکنون کشتی تایتانیک با همه عظمتش اجزای قصه‌ای واحد باشند که نویسندهش نه تو باشی و نه من. شاید راز آن را باید در غرق این قول دریاها جستجو کرد. با ساخت این قول دریایی همگان پذیرفته بودند که زمان غلبه انسان بر نیروهای طبیعی فرا رسیده است. عاقبت تایتانیک در میان حیرت و شور و شوق تماشاچیان و مسافران به سوی آمریکا رهسپار شد. غافل از آنکه طبیعت نیز برای دگرگون کردن اندیشه نوین بشر در مقابل خود آماده می شد. چند شب بعد پهنه اقیانوس اطلس صحنه نبردی کوتاه بین انسان و طبیعت شد و کشتی تایتانیک با برخورد به کوه یخ از هم دریده و در کمتر از 3 ساعت کاملا غرق شد. در طول شبی هولناک 705 مسافر نجات یافتند و 1500 نفر به همراه بدنه عظیم کشتی به قعر اقیانوس رفتند. همان شب لحظاتی قبل از شکستن کشتی هری ویدنر را در عرشه دیدند در حالی که صندوقچه کوچکی از چوب ماهون را در آغوش داشت و می گفت اگر من قهر شوم این کتاب نیز برای همیشه به همراه من در اعماق اقیانوس مدفون خواهد شد. With them the seed of wisdom did I sow, and mine own hand wrought to make it grow. And this was all the harvest that I reaped. I came like water, and like wind I go.